سلام، امروز دوشنبه جون 8، 2020، میخوام در رابطه با دموکراسی صحبت کنم. دموکراسی یعنی چی؟ ترمینولوژی دموکراسی ابعاد مختلفی داره، از دیدگاه‌های مختلفی میشه در رابطه باهاش صحبت کرد، ولی چیزی که جالبه، ما وقتی میخواییم بگیم دموکراسی، اتوماتیکلی در آن واحد میخواییم فکر کنیم که دموکراسی یعنی آزادی. و جالبش اینه که بر اساس پایه کتاب Canadian Democracy با استیفن بروکس نوشته شده، من کتاب 1996 رو دارم، نمیدونم حالا من در اون سال خریدم، نمیدونم چاپش مال کیه هستش. در اونجا میگه که کشورهایی مثل روسیه که کمونیست بودن و یا کشور چین که کمونیست هست، اونا میگن ما دموکراسی هستیم. در نتیجه همه ادعا میکنن که دموکراسی هستیم. حالا بیایم به جنگ آمریکا در ویتنام نگاه کنیم. میگه ما تو ویتنام هستیم به خاطر دموکراسی و آزادی. آمریکا حمله میکنه به عراق، افغانستان، میگه ما این کارو داریم انجام میدیم به خاطر دموکراسی و آزادی. حالا بیایم ببینیم معنی اینا چیه، چون در علوم سیاسی این ترمینولوژی معنی های خودشونو دارن. در این بلین نیستش که مثلا آزادی بیان، برای ما ایرانی ها وقتی میگن آزادی ما فهم میکنیم، خود من فهم میکنم آزادی بیانه، میتونم صحبت کنم، میتونم حرف بزنم، میتونم بنویسم، این آزادی رو ما فکر میکنیم. ولی وقتی من این حرفایی رو که دارم میزنم روی کتابهایی رو که در دانشگاه خوندم میگم، اگه کسی مثلا پرسشی داره میتونه از من بپرسه اینو از کجا آوردی، میتونم بهتون بگم. خب آزادی بر اساس این نیستش که مثلا آزادی بیان، آزادی که آمریکا صحبت میکنه در رابطه با دموکراسیش اینه که بیزینس ها، کسانی که بیزینس دارن آزاد هستن، کسی جلوشون رو نمیتونه بگیره. پرایوت پراپرتی یعنی پرایوت یه چیز خصوصیه، پراپرتی یه چیزی که به دستت باشه، مثلا میتونی خونه داشته باشی، میتونی یه چیزی رو درست کنی مال خودت باشه. برعکس حکومت‌های کمونیست هستش که همه چیز مال عمه، مال کسی نیستش. و در آمریکا به این صورت نگاه میکنن، میگن که ما آزاد هستیم که میتونیم پرایوت پراپرتی داشته باشیم. آزادی رو بر این اساس تعریف میکنه، نه اینکه مثلا من آزاد هستم میخوام هر چی بخوام بگم. خب این مسئله رو فهمیدیم که دموکراسی و آزادی چیه. دموکراسی ترجمه شده، تعریف شده بر این اساس که مردم به مردم دارن حکومت میکنن. خب این چیز خیلی خوبیه، مردم تصمیمشون رو میگیرن، ولی به این صورتی که ماها فکر میکنیم نیست. و نقص دموکراسی تو اینجا میشه و مخالف آزادیه که آمریکایی‌ها دارن تعریف میکنن. نگاه کنید، الان یک نفر میخواد وارد انتخابات بشه، اولین چیزی که لازم داره پوله. خب پول باید داشته باشی واسه انتخاباتت خرج کنی، اگه پول نداری نمیتونی وارد بشی. در کانادا کسانی که مثلا همین نخست وزیر کانادا رو شما میشناسید، آقای جاستن ترودو، پدرش نخست وزیر بوده. اگه شما آقای پال مارتین نخست وزیر پیشین کانادا بود، پدر ایشون هم وزیر بوده. پیش از آقای پال مارتین ژان کرتیان بود، ایشون وکیل بود، خیلی پول داشت. حالا مثلا از محافظه‌کارا بگیم، از محافظه‌کار آقای استفن هارپر، پدرش حسابدار بود تو شرکت نفت. خب میره درسش رو میخونه، فوق لیسانسش رو در اقتصاد میگیره و وارد میشه. اونجوری هم نیستش که مثلا همینجوری یه نفر به راحتی بخواد بره، تلاشش رو کرده.
نه اینکه نکرده باشه، تلاششو کرده، تلاشو باید اونجا باشه، ولی درها باز هستن، سدی جلوشون نیست جلوشونو بگیره نتونن بیان. حالا در این دموکراسی و آزادی که میبینیم به اینجا میاد. حالا ما کلمه سیاست به چه صورتی تعریف کنیم؟ بعضی ها میگن سیاست یعنی قدرت، و مسئله اینه که سیاست و اقتصاد به هم چسبیده هستن، از هم جدا نیستن. سیاست و اقتصاد با هم چسبیده هستن و بعضی ها سیاست رو در این دیدگاه تعریف میکنن، میگن که ما این پای یا مثلا اون کیکی که هستش دایره ایه، چه قسمتش رو میتونیم برداریم؟ خب اونایی که پرقدرت هستن در جامعه، the power elite یا one person، کل کیک رو میخوام بخورن، همه کیک نمیخوام واسه کسی بذارن. و من میخوام این تجربه خودم رو با دوستان در میان بذارم. من سال 91 میلادی کانادا میام و در همون موقع ها بود که دولت روسیه کمونیست داشت شکست میخورد و همینطور که در حال افتادن بود. ولی پیش از اینم بگم، پیش از اون آقای بران مارونی محافظه کار بود، از حزب محافظه کارا، نخست وزیر کانادا بود و دولت تشکیل داده بودن. و در اون موقع و پیش از اون همه سیاست مدارها در کانادا سوشال پروگرامز زیاد داشتن. بعد از البته بعد از اون آقای برایان مارونی میره بیرون و آقای ژان کرتی هم میاد سرکار، و یواش یواش سیاست ها به طرف راست شروع میکنن حرکت کردن. و در اون موقع من در استان آنتاریو زندگی میکردم، آقای بابره استاندار آنتاریو بود و پاور الیت ها، همونطوری که آقای سی رایت میلز تو کتابش The Power Elite صحبت میکنه، میگه که The Power Elite کنترل میکنه پابلیک پالیسی رو تو مجلس و اینا که هستن، اون قانونهایی رو که میخوام بذارن اونا رو شیپ میدن. اینا میان، مثلا آقای کانراد بلک بود، روزنامه دستش بود، بر علیه باب ری می نویسن. آقای کانراد بلک حتی یه چین استور داره به نام دومینیون، در اون موقع شروع میکنه همه چیزو منیپولیت کردن، من مثلا استفاشو لی آف میکنه. کسای دیگه هم بودن که باهاش کار میکردن. نگاه کنید در کانادا 4 تا خانواده هستن که قدرت اقتصادی کانادا رو کنترل میکنن. یکیش هست دیوید تامسون اند فامیلی، جوزف TSAI، Golden Watson and Family، Edward Rogers III and Family. اینا کسایی هستن که قدرت اقتصادی دارن و کانادا رو دست ایناست، حتی دست آقای جاستون ترودو یا کسی نیستش، اینا کنترل میکنن. بعد اینا یه کاری کردن که آقای بابره از سر کار بیا بیرون، و آقای بابره واقعا خوب بود. ایشون وقتی که سر کار بود نمیخواست کسی شغلش رو از دست بده، یه روزایی رو گذاشته رو ریده، یعنی مردم کار نمیکردن، اونا که کارمند دولت بودن کار نمیکردن، ولی شغلشون دستشون بود. ببین خوبیش اینه، شغلش دستشه، یه سری روزا رو کار نمیکردن که پول بهشون دولت نده، ولی با این حال شغل رو داشتم، همین چیز سر جاشون. بعد دولت محافظه کاره آقای مایک هریس اومد سر کار. نگاه کنید الان دیگه ترسی از کمونیست وجود نداره. پیش از اون دولت‌های محافظه کار تو کانادا سوشال پروگرام خیلی داشتن، خیلی خیلی داشتن، که یک موقع مردم یهو فکر نکنن برن مثلا کمونیست بشن. چی میشه انقلاب رخ میده تو این؟ یه سوژه انقلابه. نگاه کنید سوژه انقلاب به این صورتی که این یک نوشه، من نمیگم همیشه به این صورت خواهد بود. در علوم انسانی یک
مثلا یک راه نیست همیشه این باشه، این یه دونه راهه و این درسته، نه یه همچین چیزی نیستش، راه‌های مختلفی وجود داره. این یکیشه. مثلا به انقلاب روسیه ما نگاه میکنیم چی شد در، و همطور هم که آقای کارل مارکس صحبت میکنه در رابطه با پتیت بورژوا، اونو یه درصد اون بالا و همه کارگر فقیر هیچی ندارن و این باعث میشه که انقلاب رخ بده، انقلاب کارگری هم به همین صورته. خب ببینیم حالا در رابطه با آقای مارکری صحبت کنیم. میاد میگه common sense revolution همه رو گول زد، مردم فکر کردن که آره دیگه ما تا به این مدت قرض پیدا کردیم، کشورمون تو قرض پیدا کرده به خاطر اینکه این سوشال پروگرام ها رو داریم، باید اینا رو ورداریم. میگفتش که مثلا هلث کیر اداره بهداشت خصوصی بشه، پلیس خصوصی بشه، ارتش خصوصی بشه، همه چیز خصوصی بشه. حالا بیشتر در رابطه با آقای مایکریس هم صحبت میکنیم. خب ایشون اومدن شروع کردن وعده ها رو دادن به مردم و گفتن همه چیزو خصوصی میکنیم، شروع کردن همه چیزو خصوصی کردن. بعد سال 96 بود، یک اعتصاب سرتاسری رخ داد، ایشون برگشتن گفتن ایرانی های کمونیست این کار رو کردن. اون موقع من نمیدونم دیگه ایرانی های کمونیست چقدر از چقدر تو این جامعه نفوذ دارن که میتونن یک جنرالار چیز باشه، یه اعتصاب سرتاسری را بندازن. همه چیز انداخت سر کوله ما ایرانی ها. من کمونیست نیستم ولی یهو میگه ایرانی فهم میکنه همه ما کمونیست هستیم، ولی من نیستم و اگرم کسی هیچ ایرادی نداره، کمونیسته هیچ ایرادی نداره، عقایدشونه، من احترام میذارم، هر کس هر عقیده ای داره من بهش احترام میذارم. میان بعد ایشون شروع میکنن، طوری بود که حتی انسان ها توی آمبولانس مردن به خاطر مارکریز، اون کاتبک هایی که کرده بود روی سوشال پروگرام، مردم خیلیشون تو آمبولانس مردن. ولی ایشون زیاد نتونست سر کار بمونه و یکی کارهای دیگه بعدی هم که کرد، رنت کنترل رو برداشت، یعنی صاحب خونه کرای خونه رو میتونست ببره بالا. بعد این چی میشه؟ این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که طبقه متوسط جامعه کوچیک بشه و اینا برن به طرف فرق جامعه و تعداد کمی میتونن از زندگی مرفهی برخوردار باشن. بعد حمله بعدی ایشون این بود که شهریه دانشگاه ها رو برد بالا و چی میشه؟ مردم نمیتونن پیشرفت کنن تو جامعه. طبقه اجتماعی یک واقعیتی که ما باید بپذیریم، حتی اگه کسی که اگه به خدا و پیغمبر و یا هر چیزی که اعتقاد داره میدونه که بهشتم طبقه بندیه، جهنم هم طبقه بندیه، یه قسمت از جهنم هست که هر روز دارن آدم رو کباب میکنن، حالا کباب کردنشون زیاده یا کمه من نمیدونم، ولی اینم میدونم که بهش لایه داره و هر چقدر کار خوب کردید بیشتر به خدا نزدیکی، و من تشویق میکنم مردم به خدا اعتقاد داشته باشن، کارهای خوب کنن. اگه هم نداری خب هیچ ایرادی نداره، بازم انسانی. من میتونم خیلی هستن که به خدا اعتقاد ندارن ولی کارشون اینه که کار خوب انجام بدن و کارهای خوبم تو، و بعضی ها من تو از اول زندگیم دیدم تا این لحظه حرف از خدا میزنن و همه کار بدم انجام میدن. من در رابطه با کانادا دارم صحبت میکنم، همینجوش من دیدم مسیحیاش حرف از خدا میزنن ولی آدم ها رو تیکه پاره میکنن، غیبت میکنن، هر کار بدی بگی میکنن، قشنگم میکنن. بعد ایشون باعث فرق در جامعه شد و تعداد کسانی که بی خانمون شدن رفت بالا و خیلی خونه و زندگیشون از دست دادن، بی خانمون شدن، و باعث شد که چند سال بعدش سازمان ملل کانادا رو محکوم کنه برای بی خانمادگی. تنها چیز نبود، استان آنتاریو نبود که مثلا این کارها رو کرد، استانهای دیگه هم شروع کردن. از نظر کانادا از رد توری، یعنی رد توری هستش ولی یه حالت سوشیالیستی داره، مثلا کرون کورپوریشن داره، و شروع کرد رفت به طرف لیبرالزم. آمریکا لیبرالزمه، لیبرتریان، لیبرتریان لیبرالزم نه
لیبرتریان، یعنی اگه شما پول داری زندگی میکنی آزاد هستی، اگه پول نداری واقعا واسط متاسفم، گناهکار خودتی. اینجا اونجوریه و این سطح‌های اجتماعی و اقتصادی رو اینها درست میکنن، کسانی که اون بالا هستن میگن بذار بقیه مردم فقیر بمونن، ماها روش کنیم، ماها پولامون بره بالا. بعد چیکار میکنن؟ میان به پلیس قدرت بیشتر میدن. آقای مایک هریس، من اون موقعی که تو اونتاریو بودم دیدمش، به پلیس تورنتو قدرت زیادی میداد. چرا؟ چون اینا باید بیان بیرون بگیرن مردم کتک بزنن وقتی که میخوان اعتراض کنن. بعد میان قانون هم طوری میکنن، میگن که آها تو چیز کردی، به پلیس حمله کردی، میزن. یکی از اینا مثلا ارگون هایی که درست شد Ontario Against Poverty او کپ یه همچین چیزی، Ontario Coalition Against Poverty، اینا درست شده بودن و تظاهرات میکردن. بعضی هاشون رادیکال بودن، مثلا حمله میکردن به پلیس. مثلا یه بار من دیدم سنگ بزرگی رو توی تلویزیون دیدم، من اونجا ندیدم چون پلیس عادت داره به پره تو خونه مردم. من اصلا دارم میگم من اونجا نبودم، من تو تلویزیون سیتی تیوی دیدم یه نفر سنگ بزرگ رو برداشت پر کرد عقبش، کمون بود مثلا به اسب و اون پلیس بخوره. این آدم نباید یه همچین کار کنه، آدم نباید سنگ بندازه یا چیزی کنه، اینجور کارها درست نیست. من مخالف خشونت هستم، اصلا خشونت خوشم نمیاد. و اینم نیستش که مثلا پلیس ساکت واسه بود، پلیس اومد تو دانشگاه تورنتو یه سری دانشجو رو گرفت، به خاطر اینکه این دانشجو اصلا خودشون هم خبر نداشتن اون بغل دانشگاه داره چی رخ میده. همینجور اومدن یه سری رو گرفتن و رفتن، چون یه سری دانشجو بودن مثلا فکر کرده بودن اینا مثلا این کارن، ولی اصلا کاری نداشتن با اینجور چیز مسائل. خب قدرت بیشتر بهش میدن. حالا ما موقع بعدش هم آقای مایک هریس اصلا از آدم اذیت کردن خوشش میاد. نگاه کنید جاهایی که پول زیاده سریع میره اونجا. سلاح فروختن به سعودی عربیا، ایشون قصد داشت توی یه شرکتی بود، من دیدمش توی وبسایتش. بعد از اون آقای مایک هریس تو الان که مثلا کووید 19 هست و این مشکلات هستش، لانگ ترم سینیور سنتر و اینا، اصلا بابا تو چرا آدم خوبی نمیخوای باشی؟ این همه پول فرعون داشت کجا رفت؟ هیچون نتونستن با خودشون ببرن تو یکی دنیا. تنها چیزی که میمونه یا میگن آدم بدیه یا آدم خوبیه، بهتر بگن آدم خوبیه تموم روش رو بره. بعد آمریکایا از نگاه کنید پست 9/11 شروع کردن به پلیس قدرت بیشتر دادن بهشون. چرا؟ چون میخوان سد درست کنن به مردم، پیشرفت نتونن بکنن، فقیر بشن. بعد اینا از این دیدگاه نگاه میکنن که مثلا موتی ما باشن هر چیزی میگیم. در آمریکا فقر رو ساختن، چون ارتش به صورت زوری نیست، ارتشو شما داوطلب میشی. بعد چی میشه؟ مردم که فقیرن نمیتونن شغل پیدا کنن میرن ارتش و از طریق ارتش دانشگاه میرن یا یه سری کارهایی میکنن و به این صورت میتونن جامعه رو اداره کنن. آیا با این چیزایی که من گفتم در کانادا یا آمریکا دموکراسی هست؟ نه نیست. آیا مردم با مردم دارن حکومت میکنن؟ نه نیستش، واقعیتش نیستش. و خیلی از کسانی که جامعه شناسی خوندن و با این ترمینولوژی آشنا هستن میفهمن که مردم به مردم حکومت نمیکنن، حکومت داره به مردم زور میگه، داره مردم رو با کتک و لگد میزنه. برای همین مردم انتخابات نمیرن، کارهایی که میخوان مردم بیتوجه هستن. و یه سری هم کارهایی هم که خود دولت ها انجام میدن مردم رو سعی میکنن آگاهی نداشته باشن، بینشی از دنیاشون نداشته باشن، بینش دنیایی نداشته باشن. مثلا خود آمریکایی‌ها، این توته نیست، تئوری توته نیست، ریک مرسر تو صدای سیمای ملی کانادا کار میکرد، کنیدین برادکاستینگ کورپوریشن،
صدای ملی کانادا. خب میرفت میگفت از آمریکایی سوال مثلا میپرسید در رابطه با جغرافیا یا مثلا در رابطه با سیاست و اینا، کسی نمیدونست. خود کانادش هم با اون صورت مردم چیزی در رابطه با جغرافیا یا سیاست یا اقتصاد هیچی نمیدون. تو لحظه آخر یهو گیر میکنن اوه ما چرا مثلا این مسئله رو نفهمیدیم. به این صورته که فرق هستش و به این صورت میتونن مردم رو منیپلی کنن. یکی از چیزهای جالبی که من خونده بودم مارگارت تاچر رو و ریگان مخالف درس‌های علوم انسانی بودن. آقای مارک هریس خودش هم مخالف درس‌های علوم انسانی بودن. ریگان و مارگارت تاچر میگفتن نباید علوم انسانی بخونن چون اینا درس میخونن و بر علیه ما قیام میکنن و ما نباید بذاریم این درس بهشون پول بدیم برن دانشگاه درس‌های علوم انسانی بخونن و اینا. و همینطور ما داریم میبینیم دانشگاه ها شده در اینجا فقط واسه یه تعداد کثیری. هر کسی نمیتونه بره دانشگاه. شما میتونید برید دانشگاه. چون من مثلا یه فرمی پر میکنم میدم میگم بیا تو. پول شهری دانشگاه، پول خونه، پول غذا، پول دارو، پول باید بدی. گرونی و این همه چیزایی که میکوبه تو صورت مردم چجور میتونه ادامه تحصیل بدن؟ خیلی سخته. این داستان دموکراسی که اگه من هیچ باور ندارم دموکراسی وجود داره چون این عقاید چپ هم دارم، نه اینکه نداشته باشم، کمونیست نیستم، ولی خیلی چیز نیست. میتونم بگم رتوری هستم، رتوری توری نیستم، رتوری هستم و چیز مثبتی ندارم در رابطه باش بگم چون میبینم که سیاستمدارها به حرف پولدارها گوش میکنن، کسانی که ثروت دارن و از اونجا به جلو میان. Cheers.